پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. 749مین شماره پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا درباره جشنواره کن در آستانه آغاز 77مین دوره اون. درست یک هفته پس از انتشار این شماره پادکست صحنه، فرش قرمز جشنواره کن یک بار دیگه در این شهر ساحلی جنوب فرانسه پهن میشه و غوغای پرهیاهوی ستارگان و دست‌اندرکاران دنیای سینما همراه علاقه‌مندانش به صدر خبرها در رسانه‌های سراسر دنیا میره. جشنواره کن همچنان مهمترین و معتبرترین جشنواره سینمایی دنیاست که بخشی از مهمترین تولیدات سالانه دنیای سینما رو برای نخستین بار نمایش میده. Tout le monde en vrai peut jouer dans un film. On ne demande que ça. C'est un film très émouvant. C'est incroyable. Ici, c'est la cathédrale du cinéma. Le festival ne s'arrête jamais. C'est une obsession totale. C'est ça qui est incroyable. امسال جشنواره کن 77مین دورش رو برگزار میکنه و مطابق انتظار فهرستی از ساخته های تازه، تعدادی از مهمترین فیلمسازان حال حاضر دنیا و برخی از استعدادهای نوظهور رو در برنامه هاش داره. نام هایی مثل فرانسیس فورد کوپولا، شام بیکر، دیوید کراننبرگ، یورگوس لانتیموس و پاولو سورنتینو در بخش مسابقه و جورج میلر، کوین کاستنر، ریتیپان، لو کاراکس، کلر سیمون و الیور استون در بخش‌های خارج از مسابقه و ویژه به کن امسال میرن. از مریل استریپ و جورج لوکاس هم با دادن نخل طلای افتخاری به خاطر یک عمر فعالیت سینمایی تجلیل میشه. سازنده‌های دو فیلم از میون 22 فیلمی که امسال برای دریافت نخل طلا با هم رقابت میکنن ایرانیه. یکی علی عباسیه که دو سال پیش با فیلم خبرساز عنکبوت مقدس در کن حاضر بود. فیلم تازش کارآموز نام داره و محصولی از آمریکاست و درباره دوره‌ای از زندگی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور. فیلم دیگه دانه انجیر مقدس ساخته محمد رسولو، فیلمساز منتقد حکومت ایران که جزو فیلم‌های اضافه شده به بخش مسابقه کن امسال بود. انتشار نخستین تصاویر از این فیلم نشون داد که دانه انجیر مقدس رو هم باید جزو آثاری دونست که در دو سال اخیر بدون رعایت قوانین سانسور حکومت، از جمله در زمینه رعایت حجاب اجباری بازیگران زن در داخل کشور ساخته میشن. درباره جشنواره کن و دوره پیش روش با محمد حقیقت، منتقد و نویسنده صحبت کردند. آقای حقیقت از نخستین سالهای پس از انقلاب هر سال در این جشنواره حضور داشته و چند دوره هم طرف مشورت مسئولان این جشنواره در انتخاب فیلم‌های ایرانی بوده. از او به تازگی کتابی به نام رازها و دروغها در جشنواره کن از سوی نشر ناکجا در فرانسه منتشر شده که شامل خاطرات آقای حقیقت در تمام 4 دهه گذشته پیرامون حضورهای بین المللی سینمای ایرانه. آقای حقیقت، رسیدیم به 77مین دوره جشنواره کن و من اگه اشتباه نکنم از این 77 دوره شما نزدیک به بیش از نیمی از این دوره ها رو دیدین و حضور داشتین در جشنواره فیلم کن. اول بخوایم یه پیش زمینه ای داشته باشیم درباره دوره پیش رو، بر مبنای اسامی فیلم های اعلام شده، داوران، خود شنیده هاتون که معمولا پیش از جشنواره از به خصوص پخش کنندگان فرانسوی و منابع دیگرتون یه مقدار اطلاعات درباره فیلم ها دارین. جشنواره که دست کم الان رو کاغذ داریم پیش رومون هست، چگونه است نسبت به مثلا چند دوره اخیر؟ به نظرم خیلی جذاب میاد و کنجکاوی برانگیز. شما وقتی آدمای گنده‌ای مثل کوپولا که مدت هاست فیلم نساخته، یا کرونبرگ یا سورنتینو به نوع دیگه، پول شرایدر، لانتیموس، البته لانتیموس پارسال یه فیلمی داشت، ولی خب یک سری این آدم‌های بزرگی هستند که همواره ما و دیگران منتظر هستیم ببینیم که کار جدیدشون رو چی کردن. ولی خب به موازاتش شما یک سری آدم‌هایی رو می‌بینی که کمتر شناخته شدن یا اصلا شناخته شده نیستن، مثل اون خانم فرانسوی که اولین فیلمش توی مسابقه کنه و جزو ریسک‌های به نظر من
بخش مسابقه است که اینها ریس میکنن یک فیلم میذارن که بعدن بگن ما فلان یا کشف کردیم اگر بعدها بزرگ شد، و اگر هم نشد که خب بهشون قرض میزنن که آقا این چه فیلمی بود، چرا گرشتی تو مسابقه کن جایی یک فیلم درست حسابی رو گرفتی. این ریسک ها رو قبول میکنن، ولی کلن ما با امیدواری میتونیم بریم برای کن. و یکی از امیدواری های من اینه که برای این کاپولای بزرگ بتونه برای اولین بار سومین نخل طلا رو به دست بیاره، چون هرگز هنوز کسی به دست نیورده. ولی خب این بلافاصله آدم رو یاد این هیئت داورانی میندازه که نصف از این هیئت داورا به نظر من در حد و مقامی نیستن که فیلم های بزرگان مثل کوپولا و کروننبرگ و پوچرادر و لانتیموس و ژاک اودیار و اینا رو بخوان به اونقدر قدرت چیز داشته باشن که از سینمای کلی اونقدر دانش داشته باشن که اینا رو بخوان درست قضاوت کنن. چرا جشنواره کنای حقیقت خیلی میخواد که از نظر نام بزرگان این رقابت شد همواره نسبت به همه رقبای دیگرش، جشنواره‌های دیگری به خصوص جشنواره ونیز، در نخستین بار نمایش فیلم ها از نام های شناخته شده که در دوره‌های مختلف دیدیم که با اینکه سازنده فیلم‌ها نام‌های خیلی شناخته شده‌ای هستن اما محصول خیلی واجد کیفیت نیست، اما کن اصرار می‌کنه به خصوص نام‌هایی که خودش اونها رو کشف کرده حتما در جشنواره باشه، و همین نام‌هایی هم که شما مرور کردین در مواردی دیدیم که فیلم‌هاشون خیلی اثر قابل توجهی نبوده. درباره فیلم تازه آقای کوپولا هم که خیلی شنیده ها گوناگون از اینکه پخش کننده ای نتونسته همچنان پیدا بکنه در آمریکا و هزینه تولیدش خیلی بالا بوده و بعضیا گفتن که خیلی فیلم قابل توجهی نیست، اما خب کن خیلی براش مهم بود که فیلم تازه آقای کوپولا در بخش مسابقه باشه. همینطور که بارها گفتیم و دیگران هم حتما گفتن، کن یک مجموعه عظیم و یک بازار مکاری است که میخواد همه جنسش جور باشه، و چون میخواد در واقع توجه جهانی رو، یعنی رسانه های جهانی رو هم جلب بکنه، نیاز به اون ستاره های گنده داره. یالا این ستاره ها چه هنرپیشه‌هایی هستن که از این پله های فرش قرمز میرن بالا و به قول خودشون به معراج میرسن و رسیدن به اون بالا، و جدا از این یک سری اسم و رسم های مؤلفین تثبیت شده، ولی همبارم سعی میکنه به موازاتش فیلمسازهای دیگه کمتر شناخته شده را هم داشته باشه. همینطور که مثلا اشاره کردم فیلم اول یک خانم رو توی مسابقه گذاشته، یا مثلا دو سه نفر دیگه هستن که چندان جزو آدم های مهم نیستن، ولی خب به هر حال اینا هم توی مسابقه هستن. بنابراین وقتی که این سوال رو من از آقای ژیل ژاکوب قبلها میکردم در همین رابطه، میگفتش وقتی که آدم های بزرگ فیلم های خوب ساختن، ما نمیتونیم بهشون بگیم نه، چون شما قبلا هم تو چند بارها اومدید، نمیشه. یعنی باید یه ترکیبی باشه از مجموعه اینا و به موازاتش هم یک سری آدم های جدید، کشورهای کمتر شناخته شده در زمین سینما، اینا ها رو هم در کنار هم بذاریم. این مجموعه هست که جذاب میکنه کن رو. خودتون در گذر این سالها فکر میکنید اون سطح کیفی خودش رو جشنواره کن از دهه 80، دهه 90، آغاز هزاره جدید و بعدتر دهه های اخیر حفظ کرده؟ یعنی خودتون وقتی مرور میکنید در دورهای گذشته، مثلا در دهه 80 تعداد فیلم خوبی که در جشنواره کن میدیدید نسبت به این دوره های اخیر بیشتر نبود؟ چرا؟ دقیقا همینطوره. این شاید یکی از دلایلش اینه که این وجود دوربین های دم دستی که این کارخونه های سی الکترونیکی اینا رو میدن بیرون، همه رو فیلمساز کرده. یعنی به اندازه تمام دوربین هایی که ساخته میشه فیلمساز الان ساخته میشه، و خیلی سهو الوصول اکثرا فیلم میسازن. و همطور که خود آدمای فیلم انتخاب کنه کن گفتن، میگن خیلی در یک دو هفته آخری که مونده برای فیلم دیدم، یه بیشترین تعداد فیلم ها
در همین موقع میرسه. مثلا چند روز پیش مصاحبه‌ای داشتم با رئیس بخش 15 روز کارگردانا، میگه واقعا وحشتناکه در اون دو سه هفته آخر اینقدر ما فیلم همطور میاد پشت سر هم و نمیتونیم هم اینا را نبینیم، بنابراین همه تون تون کار میکنند اینها. شاید یکی از دلایلش اینه که مثلا در سالهای 80 یا بین 1980 تا مثلا 2010 اینها یک سری سینماگرها بیشتر فکر میکردن و تا میخواستن یک دوربین وزین رو جا به جا بکنن یک کمی هم فکر میکردن پلاناشونه بگیرن فلان اینا، الان یک کمی تون تون کار میکنن. شاید یکی از دلایل این که کلن کیفیت فیلم ها اومده پایین یکی از دلایلش میتونه این باشه. برسیم به موضوع سینمای ایران و سینماگران ایرانی که شما هم به خصوص هم از اون اوایل حتی در همین سالهای اخیر در جریان بعضی حضورهای فیلمهای ایرانی در جشنواره کن بودید. کتابی هم که اخیراً منتشر کردیم برای علاقه‌مندان سینما ایران میتونه خیلی جذاب باشه که خیلی با جزئیات قابل توجه و به خصوص به نظر من جذابی روایت کردین که فیلم ها چگونه در سالهای مختلف به جشنواره کن میرسیده. موضوع حضور فیلم طعم گیلاس آقای کیارستمی که خودتون کاملا در جریان بودین، دوره هایی هم که خب اتفاقات تلخی افتاد مثلا درباره اون فیلم چند اپیزودی کارگردانان شناخته شده سینما ایران. تو سالهای اخیر ابتدا برسیم آقای حقیقت به این موضوع، روند انتخاب فیلم‌های ساخته سینماگران ایرانی در جشنواره کن آیا نسبت به اون دهه‌های 80 و 90 تغییر کرده؟ یعنی جشنواره کن یک جور دیگری به فیلم‌های ساخته سینماگران ایرانی نگاه می‌کنه که مثلا در سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب 57 این نگاه رو نداشت و الان شکل دیگری داره؟ 100%. به هر حال ایران همواره توی بورس اخبار جهانی، حالا از هر زاویه‌ای که شما می‌خواید نگاه بکنید، چه انقلابش، چه نمیدونم با اینو با اون جنگ را میندازه، چه مثلا انواع و اقسام مسائل حاد اجتماعی که هر دوره هر چند سال به چند سال پیش میاد، مثل جنبش زنان که از یک سال نیم پیش اومده و جنبش سبز و غیره، اینها به هر حال انعکاسایی هستش که اون حضراتی هم که فیلم انتخاب میکنن بی توجه نیستن با اون اتفاقاتی که در یک کشور رخ میده، حالا این کشور چه ایران باشه چه جاهای دیگه، ولی خب بالاخره توی فوکوس میکنن روی این مسائل. و همین امسال و بین این همه فیلم که اومده بود بخشی از این فیلم ها به همین مسائل پرداخته شده بود. مثلا از این بیش از 40 تا فیلم که امسال اومده و من 30 تاشو تقریبا دیدم، میتونم که نکات خیلی جالب و جذابی توی این فیلم ها هست که الهام گرفته از این واقعیات جاری هست که اینها طبیعتاً فیلم های اورژانسی یا سینمای اندرگراند یا سینمای زیرزمینی هرچی که بگیم هستش که اکثر اینها اجازه برای فیلم برداری و اینها نگرفتن یا حتی سناریو بهشون بدن و اینا، پا میشن راه میفتن سوژه رو میبینن فیلم میگیرن و خیلی هم خوبه. یک نمونش که همینه که الان توی مسابقه کنم هست، مال محمد رسولو، و بر مبنای این اطلاعاتی که اومده و مثلا عکسایی که امروز منتشر شده، شما حس میکنی که بیشتر یک فیلم در یک محدوده بسته کار شده، یعنی یک تونندم برن توی خیابون راحت دوربین بکارند و غیره. این شرایط ایجاد میکنه که فرم جدید سینمای ایران چه شکلیه، یا میرن توی بیابونها توی جاده ها و اینها مثلا مثل فیلم های آقای پناهی و اینها، یا این که اگه تو شهر بخوان بسازن خیلی باید مراقب باشن که به جایی بر نخوره، چون بلافاصله میاند و میگیرندش و اینها. ولی در هر حال چیزی که خیلی عالیه این پشت کار و انرژی که سینماگران ایران گذاشتند و دارند کار میکنن جالب بود. مثلا فیلم شیروانی هست، فیلم های خیلی های دیگه، اینها فیلم های جالبی هستن که با همون امکانات محدود خودشون به هر حال سوژه رو پیدا میکنن و میرن جلو و میسازن تا اینکه ببینن بعد چی میشه. یعنی پروانه و اینا دیگه بی خیال شدن الان.
این اتفاقیه که به خصوص در 2 سال اخیر کاملا چشمگیره و بیشتر شده. بله بله، جشنواره‌های دیگر هم میبینیم که در نوع انتخابشون دارن توجه میکنن به این نوع فیلم هایی که بدون رعایت مجوزها و سانسورهای حکومت فعلی در ایران ساخته میشه. کاملا این تغییر فکر میکنم ساختار در سینما ایران برای شما که به خصوص فیلم هایی که معمولا از ایران در جشنواره بین المللی شرکت میکنن و در تمام این چند دهه دنبال کردین چشمگیر باید باشه. کاملا فکر میکنم متفاوت نسبت به دهه های گذشته که بیشتر سینمای مجوزدار داخل ایران رو این جشنواره ها توجه میکردن. دقیقاً، یعنی بل اجبار کشیده شده طرف این مسئله، ولی از یک زاویه دیگه این کیفیت کار هنری و مثلا استتیک سینمایی این اومده پایین نسبت به فیلم هایی که مثلا 10 سال 20 سال پیش می دیدیم. الان یه کمی مجبورن، نه که حالا بگیم بزن برویی، ولی مجبورن تند کار بکنن و کمتر احیانا برای پلان بندی یا سکانس بندی یا هر میزانسن دادن کمتر به نظر میاد که فکر میشه، بیشتر موضوع میخوان حتما سریع کار بکنن و این رو شما میتونید توی این فیلم ها ببینید قشنگ. و از سوی دیگر هم فعال شدن سینماگران مقیم خارج از ایرانه که امسال هم یه نماینده داریم، آقای علی عباسی برای دومین بار داره میاد به بخش مسابقه کن که خودش هم رکورد قابل توجهیه برای یک فیلمساز. این موفقیت این سینماگران ایرانی مقیم خارج از کشور رو چگونه ببینه های حقیقت؟ فکر میکنید انقدر تعدادشون زیاد شد در این سالها که به این ترتیب حالا در جشنواره کن هم چنین حضور پررنگی دارن، در حالی که فکر میکنم در دوره‌های ابتدایی جشنواره کن بعد از انقلاب مثلا آقای پرویز صیاد فعال بود، اون گروه ها بعدتر با توجهی که سینمای داخل کشور و موفقیتاش گرفت از اون حضورها کم شد. حالا دوباره میبینیم که در این سالها این گروه از سینماگران ایرانی در مثلا جشنواره مهمی مثل کن این چنین حضور رو دارن. بله دقیقاً، یکی از دلایلش اینه که خب یه سری زیادی از ایران اومدن بیرون، فیلمسازای گوناگون، و هر کدوم تلاش دارن که این کار رو بکنن. بعضی موقع هستش که فیلمسازایی هستن که کارشون رو در خارج اصلا شروع کردن، مثل خود همین علی عباسی که شما اشاره کردین، این اصلا توی خارج کارش شروع کرد و الان 4 فیلمشه که 2 تو مسابقه کم بوده و همطور که شما اشاره کردید. و نکته دیگه که روز به روز توی این 15 سال، یعنی لااقل این 20 و چند سال، سینما ایران خیلی خیلی مطرح‌تر شده توی زمینه‌های پخش و فستیوال ها که علاقه من شدن این فیلم ها رو نشون بدن. یعنی این حضور بیشتر، جوانان ایران هم بیشتر تشویق کرده که حالا در خارج در هر کشوری دست به فیلمسازی بزنن. و غیر از نمایش 2 ساخته سینماگران ایرانی، ایران در بخش های حاشیه‌ای جشنواره کن هم به نسبت حضور داره، از جمله حضور کانون فیلمسازان مستقل ایران که یک نهاد غیر دولتی است تشکیل شده از سینماگران مخالف و منتقد حکومت که امسال هم در بازار جشنواره فیلم کن تعدادی فیلم رو نمایش میده و برخی برنامه‌های دیگه. از اونها خبر دارین آقای حقیقت که غیر از نمایش 2 ساخته سینماگران ایرانی در بخش مسابقه، حضورهای دیگه ایران در جشنواره کن امسال چگونه است؟ چند تا حضور ایران هم مثلا خانم رخشانه بنیاد اعتمادم اونجا حضور خواهد داشت، برای که میاد دفاع میکنه از یه پروژه خیلی خوبی که داره، روز 19 ماه می اونجا خواهد بود و پروژهش در مرحله اول قبول شده در کنار روبرت اوسلاند و خیلی های دیگه. این طرح‌ها قبول شده که بتونن بقیه پولشون رو پیدا کنن، بتونن کار بکنن. از اون طرف توی بخش 15 کارگردان ها یک فیلمساز کانادایی که خیلی عاشق ایرانه و یک کمی هم فارسی یاد گرفته و ایران هم رفته، یه فیلم را ساخته راجبه ایرانی ها به نام لالانگ یونیورسل، زبان بین المللی. و اینطور که دوستان ما توی بخش 15 میگفتن فوق‌العاده است، یک فیلم دیوانواریه ولی راجبه ایرانی های کاناداست و این خیلی برای من جذابه که این فیلم را هم هرچه زودتر ببینم. میخوام بگم در رابطه با ایران بازم نکات دیگه هستش، یعنی اینا باز برای ماها جذابه که دنبال کنیم.
حقیقت یک جوری نام شما اصلا با جشنواره کن هم گره خورده. نسبت خودتون با جشنواره کن چگونه است؟ شما تو همه این فکر میکنم از سال 1981 اولین دوره جشنواره کن شما حضور پیدا کردین، درسته؟ بله. و تو همه این سالها حضور تو جشنواره کن براتون چه در واقع مفهومی داشته؟ ببینید شما وقتی که میرید و با مردمی که اهل سینما میان اونجا و با چه اشتیاقی راجع به فیلم ها بعد از که بیرون میان صحبت میکنی، این اشتیاق روز به روز بیشتر میشه و دیگه یه عادت میکنی که این رو بری، اگه نری یه چیزی کم بود داره. و این حالت نه تنها در من، در تمام آدم هایی که توی این 40 سال من دیدم و با چه اشتیاقی میان اونجا و فیلم میبینن، حتی اگر سرخورده بشن از بعضی از فیلم ها که به نظرشون خوب نیست یا غیره، با این حال سال آینده رو میذارن توی برنامه هاشون که بیان، در حالی که این حالت مثلا برای جشنواره برلین برای آدم پیش نمیاد. میدونی برای که تو اونجا میتونی بالاخره چند تا فیلم درخشان پیدا کنی و همین خود شادی آفرینه. مثلا سال قبل یه فیلم اول ویتنامی که اومد به نام درخت پروانه های طلایی، خب این فوق العاده بود، 3 ساعت بود، هیچ کم ایشونه نمیشناخت، فیلم اولش هم بود، جایزه دوربین طلایی هم برد توی بخش 15 روزه کارگردان ها. و خب این کشف میشه اینطور، وقتی شما این کشف رو میبینی یک لذت فوق العاده میبینی و هر بار به امید دیدن و کشف فیلم های جدید، جدا از اینکه شما فیلم های آدم های بزرگ رو میبینی، اون کشف ها هم خودش برای خودش لذت آوره. و این گفتگوهای بعد از فیلم که شما میری تو این کافه ها میشینی تو سر مغز هم دیگه میزنی، اینا همش خودش یک لذتی داره که حالت پلغینا چه میدونم طواف کردن دور کاخ این جشنواره است و اون لذت رو برای ما سینفیل ها برای همه داره. این به خاطر اینه که دنبال میکنیم. به لحظات پایانی پادکست صحنه میرسیم. در طول گفتگو با محمد حقیقت، صدای آنونس معروف جشنواره کن رو هم شنیدید که پیش از نمایش هر فیلمی در این جشنواره در سینماها پخش میشه. در شماره‌های بعدی پادکست صحنه هم از جشنواره کن خواهید شنید. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره بعدی روز و شب خوبی براتون آرزومندم.